دهمین روز آذر ماه برابر با 1 دسامبر، روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز. ایدز به معنی نقص ایمنی اکتسابی است و به بیماری پیشرونده و قابل پیشگیری گفته می شود که حاصل تکثیر ویروسی به نام HIV در بدن میزبان است که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن می گردد که خود زمینه‌ساز بروز عفونت‌های فرصت طلب می شود. عفونت‌هایی که بدن سالم قادر به مبارزه با آنهاست، اما در صورت ابتلا به HIV بدن قادر به مبارزه با آن نیست و در نتیجه عفونت‌ها پیشرفت کرده و منجر به مرگ بیمار می گردد. بیماری سل از جمله عفونت‌هایی است که در اثر ابتلا به HIV عامل اصلی مرگ و میر در میان مبتلایان به ایدز می شود. برای اولین بار در حدود 25 سال پیش این بیماری توسط پزشکان آمریکایی شناسایی شده و در طی 1 سال بدون آنکه اسمی برایش بگذارند گسترش یافت و 1 سال بعد ایدز نام گرفت و در حدود 7 سال بعد به دلیل افزایش بودجه‌ها برای آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها که در جلوگیری از این بیماری بسیار مؤثر است، اول دسامبر هر سال را به عنوان روز جهانی ایدز معین کردند. سال 915 خورشیدی برابر با 1536 میلادی. در گذشت دیدی رسم معروف به دسیدریوس راسموس، فیلسوف و ادیب هلندی که در روتردام هلند به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلاتش به تبلیغ و تدریس دین مسیح روی آورد و پس از چندی چون اصلاح و تعدیل در دین را لازم می دید با مارتین لوتر بنیانگذار مذهب پروتستان به مکاتبه پرداخت. اما هنگامی که لوتر او را به پروتستانیزم دعوت کرد، راسموس از مکاتبه با لوتر خودداری نمود و بر ضد وی چیزهایی نوشت. با اینکه راسموس خود مردی مذهبی بود، ولی با تعصبات احمقانه مخالفت می‌کرد و از این رو خشم اولیای متعصب کلیسایان روزگار را برمی‌انگیخت. وی خواستار فلسفه‌ای بود که چون نسیمی از روشنایی بر عالمی که در ظلمت غرق شده است ببزد. معروفترین اثر راسموس ستایش دیوانگی نام داشت. سال 1311 خورشیدی برابر با 1932 میلادی، لغو قرارداد دارسی اولین کاشف و استخراج کننده نفت جنوب ایران. فعالیت‌های ویلیام دارسی، سرمایه‌دار انگلیسی که امتیاز بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در سراسر ایران را به غیر از شمال و شرق کشور به مدت 60 سال در اختیار داشت، سرانجام پس از 7 سال منجر به دسترسی به چاه نفت عظیم مسجد سلیمان گردید و سود فراوانی نصیب دارسی نمود. پس از گذشت بیش از 30 سال از انعقاد قرارداد، دولت ایران که مکررن این امتیاز هنگفت را به ضرر مصالح منافع ملی ایران اعلام کرده بود، آن را لغو کرد و پس از لغو قرارداد دارسی، انگلستان شکایتی علیه ایران به جامعه ملل ارسال کرد که در طی این منازعات بالاخره قرارداد 1933 به جای دارسی به امضا رسید.